تماس اول بفرمایید خواهش میکنم پشت خط هستید سلام علیکم علیکم سلام بفرمایید خواهش میکنم صداتون رو داریم شما معرفی کنید لطفا خودتون معرفی کنید لطفا ابن مالک آقای ابن مالک بفرمایید سوالتون نظر من در مورد کرامت اولیاء الله چیه؟ اولیاء الله بعد از مرگشون هیچ گونه کرامتی ندارن در زمان زندگی خودشون هم کرامت به این معنا نیست که بتونن کار خارق ای انجام بدن کرامت آن چیزی که ما از اون میدانیم و موجود هست در سنت رسول الله علیه و سلم این این و اصحاب پیامبر تابعین و بزرگان این هست که افرادی خداوند سبب میشه که در زندگیشون یا در کارهاشون اتفاقاتی بیفته بدون اراده خودشون بدون اینکه خودشون بخواد یعنی هیچکس نمیتونه بگه من کرامت دارم به خاطر کرامتم دست میذارم سر این بچه شفا پیدا بکنه من کرامت دارم فلان کار رو انجام میدم که این نه هیچ کسی نمیتونه این کار رو انجام بده دو تا راه داریم یا دعا کنه دعا کنه خدا یا فلان کار رو انجام بده و خداوند به خاطر اینکه صالحه دعاش رو مستجاب بکنه در حالی که زنده است در حالی که میشنوه در حالی که میبینه یا اینکه خودش برای خودش اتفاقات در زندگیش بیفته که به خاطر اولیاء الله بودن، به خاطر نیک بودنه و خداوند یه سری کرامات بهش میده یه سری بزرگی ها رو بهش میده مثلا در ف... مثلا از صحابه پیامبر علیه الصلاه و السلام مثلا که به خاطر دعای رسول الله علیه الصلاه و السلام در تجارتشون بسیار عجیب و غریب موفق میشن از سر کراماتشون موفق میشن یا داریم از علما که مثلا در حالی که می نوشتن مثلاً نقل شده در حالی که می نوشتن جوهرشون باید مثلا چند ساعته تمام می اما به خاطر کراماتی که داشتن جوهرشون طولانی مدت طولانی تر از حد معمول تموم نمیشد و دووم می آورد نه اینکه خودشون میدونستان نه اینکه میتونستن کاری کنن جوهرش تمام نشد این اتفاق میافتاده بالاخره به عنوان یک لطفی از جانب پروردگار متعال بوده و هست در حال حاضر هم این نظر بند. ولی که انسان مرده کرامات نداره در بفرمایید <تصفح> ما دینمون رو از قرآن و سنت پیامبر علیه الصلاه و السلام میگیریم یعنی شما بگید فلان کس گفته برامون تاثیر نداره شما من بفرمایید آیا در قرآن کریم یا در سنت رسول الله علیه سرات و السلام دلیل از اونجا برای ما بیارید وگرنه اینکه بگن یه فلان کس گفته که امام رضا شفا میده خیلی میگن گاو شفا میده اصلا نیازی به این نداریم شما باید برای اینکه چیزی را ثابت بکنید دلیل از وحی بیارید بفرمایید خواهش بالله امام با یک موجود ما امام رو من دون الله هست خداوند یک کلمه توی قرآن استفاده کرده یا دو کلمه یک عبارت توی قرآن استفاده کرده به اسم من دون الله به غیر الله به غیر الله از رسول الله علیه و گرفته میشه تا من نوعی تا تمام موجوداتی که الله نیستند تمام مخلوقات همه میشن مندون الله نیازی نیست که برای اینکه بله امام حسین خدا نیست کارهای خدایی نمیتونه انجام بده مسیح هم کارهای خدایی نمیتونه انجام بده من هم کارهای خدایی نمیتونم انجام بدم انسانهای معمولی و مشرکین و جانوران و موجودات و درختان و سنگها و قدمگاه و نظرگاه و گاو و بز و خر و هر حیوان دیگه ای که میخواهید بگید همه مندون الله هستن هیچ کدوم خدا نیستن هیچ کدوم نمیتونن کارهای خدایی انجام بدن به این دلیل نیست که من خودم رو مثلا با یک جاندار مقایسه کنم با یک اشیاء مقایسه کنم این مقایسه نیست